ای بابا شد یه بار ما بیام کسی تو نباشه. امیرعلی چیه؟ تو هنوز نیومدی میخوای بری دستشویی؟ سلام. ببخشید نمیدونستم از قبل زنگ بزنم وقت بگیرم. آوردی؟ چیو؟ شناسنامه‌تو. اصلا من نیست دست بابا صاحب بابا بگیر. امیرعلی خسته نباشی. امیرعلی یه زنگ به بابات بزن ببین چرا دیر کرده. سلام سعید. چرا دیر اومدی؟ کار دیگه پیش اومد دیگه. سعید شناسنامه میثم بده میخوام یه جای امن بذارم. شناسنامه میثم دفتر جاش من. سعید با وجود اون دختر هیچی تو اون دفتر امن نیست. قرار داری صحبت کنم. هرگز به خدا تو داری حساسیت بی خودی به خرج میدی. بیل کن. سعید قرار با دختر صحبت کنی عذرشو بخوای. حرف زدی؟ بابا الان وقت این حرفا نیست. بی برو آماده شو باید بریم دیر میشه. یعنی چی حساس شدی؟ امیرعلی هنوز آماده نشده بابا؟ چی شده؟ تو که همیشه مارم را مینداختی چرا آماده نیست بابا؟ چیزی شده؟ نه با مریم خانم حرفت شده؟ چه حرفی؟ ای شما پدر و پسر چرا نمیای؟ امیرعلی تو که هنوز حاضر نشدی. میام مامان یه دقیقه بریم بیرون من میام. باشو باشو. بله مادر من فردا ساعت 6 ماشین میفرستم دنبالتون که با بابا بیاین. ما داریم بینیم منظر پدر امیر حسین برای فردا شب دعوتشون کنیم. باشه دیر نکنین فقط. حسن بله بابا این امیرعلی چشه؟ من چه میدونم جواب حال اول اونم من باید بدم. چیه نکنه فکر کردی چیزی بهش گفتم. فردا میریم برای این کارت معافیت دیگه انشالله. برو برو زیاد حرف نزن برو سوار شو. بابا این شارژر رو بزنیم به ضبط شارژر نمیشه ضبطش خرابه. خب این چه لگنی ما داریم سوار میشیم یه دونه نوشو میگرفتیم. میثم بابا داره رانندگی میکنه. سی شما درد نکنه آبا جون. به 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 بابا این چیایی خوردم دارم
موشه جان. اون خدا بیامرز که زنده بود هر شب همین بساط چایی رو برا بود. رحمت شد. حالا منم طبق عادت دیگه عادت کردم و میشینم اینجا یاد قدیما میافتم. آقا جون بهترین کار دنیا رو میکنی. زندگی یعنی چهار دیواری اختیاری. حالا نه اینکه شما تو زندان زندگی میکنی. چی بگم والا. خب بابا جون این دختر کیه که قرار شاهین خوشبختی بشینه روشونش؟ اوه 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 شاهین خوشبختی. آقا جون تو دانشگاه با هم آشنا شده، از همکاراشه. به به، پس این دختر گلمون خانم دکتره، درسته؟ بله. مبارکه. حالا که تکلیف امیرعلی مشخص شد باید ما یه دستی برای آقا میثم بالا بکنیم دیگه، وقتشه والا. کی واسه ما آستین بالا میزنه؟ تا وقتی این آقا دکتر هست کسی به فکر ما نیست. ببین پسرم، میثم جان، تو که عزیز دردونه خانواده هستی، هیچ وقت یادم نمیره بین تو و امیرعلی پدر مادرت فرق گذاشته باشن. تو باز افتخار کنی به این پدر مادرت. همینطور تو امیرعلی. آقا سعید نه تنها جای امیر حسین منو پر کرده، بلکه بیشتر از یک پدر در حقت پدری کرده. آره آقا میسم. آره بابا چقدر تعریف تمجید علکی میکنین. ای بابا هر چیزی اندازه‌ای داره دیگه. سب کن ببینم پسرم کجا داره میری. مگه دروغ میگم آقا جون؟ مگه اشتباه دارم میگم؟ این حرفا چیه؟ تو چقدر نمک نشناسی، بی معرفت. من بی معرفتم آقا جون؟ من بی معرفتم؟ چرا حرف نمیزنی آقا سعید؟ چرا هیچی نمیگین؟ امیرعلی این حرفا چی به بابات میزنی؟ سعید این چی داره میگه؟ من سند دارم، من مدرک دارم. اینهاش، این نامه رو بخونیم. دستت من داز. نامه را کجا بردی؟ به توش رفتی ندارم. اصلا اونجایی که تو قایمش کردی. نامه چی امیرعلی؟ چرا از من میپرسی ماما؟ از خودش بپرس. چرا حرف نمیزنی آقا سعید؟ چرا نمیگی تو این نامه چی نوشتی؟ چرا نمیگی برگه های مأموریت خودت رو بابامو عوض کردی؟ امیرعلی بابا کجایی؟ چایی سر شده؟ امیرعلی انگار سرحال نیست. چیزی نیست واسه جلب توجه آقا جون. میثم خب راست میرن دیگه. آقا جون پاشین لباساتون رو بپوشین، امشب بریم گرگان خونه ما. نه دخترم، من یه مقدار کار دارم، خودم فردا میام گرگان. آره بابا جون باشی، امشب بعد بگذر. نه بابا جون من واقعا فردا کار دارم. باشه آقا جون، هر جو که راحتی. من درد تو را ز دست آسان ندهم، دل بر نکنم ز دوست تا جان ندهم. از دوست از دوست به یادگار دردی دارم، کان درد به صد هزار درمان ندهد، کان درد به صد هزار درمان ندهد. کریم آقا خدا بد نده، چی شده؟ بد نمیره خانم، نمیدونم چی شد، چراغ موتورم روشن بود، وسط جاده هم نبودم که بگم نتونسته ببینه.
کنار جاده بودم صاف اومد زد به ما رفت. حالا شما استراحت کن، فکرتم با این چیزا مشغول نکن. من هم به حراست خودمون هم به نیروی انتظامی اطلاع میدم ببینم کی بوده اون وقت شب اونجا چی کار میکرده. شما قیافه راننده رو دیدین؟ نه خانم، نور بالا زده بود نتونستم ببینم. فکر میکنم عمدی بود خانم مهندس. حالا چه عمدی چه صحفی، شما استراحت بکن. اگه چیزی هم خواستی به بچه ها بگو که به من خبر بده. دست شما درد نکنه. کریم آقا زودتر خوب بشی ها، درخته احتیاج مراقبت دارم، دلشون تنگ میشه واسه شما. چش حتما. سلام. خسته نباشی. به امید خدا. مراقبت نمیم. همراه. درست اومدیم آقا سوهه؟ بله آجا کشکار سی و... آجا سی و پنج بفرم. یا الله کمان نمیکن بفرم آجا. یا الله طاهره جان خسته نباشی. ممنون. به خانم عزیزی بیرون کار میکنم. باش تمام میکنم الان میام. میخواستم ازتون اجازه بگیرم بچه های تصویر برداری رو هماهنگ کنیم بیان خدمتتون. حالا شما یا آقا موسا وقتی نامه رو میخونین ازتون تصویر برداری کنم. راستش حاج آقا ببخشید، من تمایل ندارم این نامه جلوی دوربین خونده بشه. ببخشید. میخوان یه مشورتی با آقا موسا داشته باشین؟ خوشایند نظرتون عوض شد؟ من میدونم اون بنده خدام راضی نیست. ببخشید حاج آقا. ببخشید عذر میخوام. خواهش میکنم. ببین خانم، شما هم یه وظیفه ای دارید، ما هم یه وظیفه ای داریم. میخوام این رزمندگان عزیزی که 8 سال چقدر جانانه خالصانه از این آب و خاک میهن دفاع کردن. بله بله. آخه حاج آقا بعضی از مردم فکر میکنن این از کره مریخ اومده. نه خیر، از جنس شما بودن خانم، از جنس ما، از جنس حاج آقا. خانم میخوایم اینا رو به نسل جدید انتقال بدیم، بگیم اونا هم از جنس ما بودن، مردم عادی بودن. خب اینا هم زن بچه داشتن، برادر داشتن، خواهر داشتن. یعنی میخوایم روحیات اینا رو، اخلاقیات اینا رو به نسل جدیدمون انتقال بدیم. خانم محترم، تنها راشم الا بلا خوندنم این نامه هاست، هیچ راهی هم نداره. شما وظیفه داریم، ما هم وظیفه داریم، یک دیمی به گردن ما هست، فقط نامه ها وقت خونده بشه. همین. احسن احسن. من کار دارم، اگه اجازه بدین من مرخص بشم. خواهش من ببخشید خانم، دختر خانمتون فرمودن که آقا موسا رفتن مسافرت، برگشتن؟ خیر، عرض کردم من کار دارم، با اجازتون. خدا خواهش میدم. ببخشید. این خانم حاضر به همکاری نشدن، ما که علتشو نفهمیدیم. شما کمک میتونیم بکنیم؟ والا منم خیلی نمیشناسمشون، ولی ایشون دوست زهرا خانومن. حالا اگه میخوای من زهرا خانومو صدا کنم شاید تونست راضیش کنم. بله خیلی لطف میکنی. بفرمایید. خواهش میکنم. بفرمایید. آقا موسا بنده خدا دست خودش نیست، ناغافل حمله ای میشه، میزنه، میشکونه. طاهره خانم هم مجبور شد بذارش آسایشگاه اعصاب و روان. دلش نمیخواست ولی خب دیگه. یعنی اینقدر حالشون بد بود؟ مگه صورتشو ندیدین؟
مجبور شدم بذارنش. واقعا دیگه در توانشون نبود. چیزایی که طاهر خانم میگه دل آدم رو ریش میکنه. بنده خدا خیلی غصه میخوره ولی خب کاری نمیشه کرد. عجب. یه روز در میونم میرم بهش سر میزنم. حاجاق به نظرتون چیکار باید بکنیم؟ خانم خیلی لطف کردید. خیلی ممنون. سپاسگزارم. خواهش میکنم. آقا سهیل بفرمایید. با اجازه. سلام فرشته بابا، الان که این نامه را برایت می نویسم تو هنوز قادر به حرف زدن نیستی. تولد تو برای من و مادرت یک هدیه بزرگ بود از طرف خداوند. از زمانی که تو به دنیا آمدی حال و هوای من در جبهه عوض شده است. حالا بیشتر احساس می کنم که برای چه می جنگم. برای کودکانی مثل تو که تازه به دنیا آمدند و قرار است امید فردای این کشور باشند. من برای سلامت همه نوزادانی که اکنون در گهواره هستند می جنگم. فرشته من، اینجا هر روز خونهای پاکی به زمین ریخته می شود و گلهای با طراوتی پرپر می شوند تا نوزادانی مثل تو بتوانند در آینده سربلند و آزاد زندگی کنند و به پدران و مادران خود افتخار کنند. شاید وقتی که تو توانایی خواندن این نامه را داشته باشی من در کنار تو نباشم و شهید شده باشم. فرشته من، تنها خواسته من از تو این است که در نبودن من مراقب مادرت باشی. او یک شیر زن صبور و مهربان است که نمونش در دنیا کم پیدا می شود. او پای همه مشکلات زندگی به تنهایی ایستاده است تا من بتوانم با خیال آسوده از کشورم دفاع کنم. اگر رزمندگان اجر و آبرویی نزد خداوند دارند، قطعا اجر و آبروی مادران و همسران آنها چندین برابر است. فرشته من، ما فردا عملیات سنگینی در پیش داریم. برایم دعا کن. از دور میبوسمت. قلب من همیشه در کنار توست. پدرت موسی هادوی، اعزامی از گرگان. آقا رحمان، تا آقا کریم حالش خوب بشه تمام وظایف ایشون به عهده شماست. من خواهش میکنم شیش دنگ حواستون جمع باشه. اگرم مورد مشکوکی دیدین حتما به من خبر بده. خیالتون جمع باشه. با من اگه امری ندارید دست شما درد نکنه. مراقب خودتون باشه. خب خانم نیازی جان، دیگه چه خبر؟ فقط آقای پویش تماس گرفتن، خواستم باهاتون صحبت کنم. میخواین شمارهشون رو بگیرم الان؟ نه، حوصله آقای پویش رو ندارم. باشه نیم ساعت دیگه. سرم خیلی درد میکنه. میخوای یه درموش براتون بیارم بخورین سر دردتونم خوب بشه؟ دست درد نکنه. درموشایتون همیشه معجزه میکنه. نوشه جونتون. الان آماده میکنم. الو. سلام آقای آقایی. سلام علیکم. بله بفرمایید. من زمانی هستم مزاحمتون میشم. سلام خانم مهندس، شما هستین؟ دیروز اومدم خدمتتون، قرار بود با برادرزادتون صحبت کنین. خواستم ببینم که با سر حرف زدین. من که دیروز خدمتتون عرض کردم شما اول باید با آقا پسرتون صحبت کنید، چون ظاهرا اصرار از طرف ایشونه، وگرنه برادرزاد ابراز علاقه میکنه. سهر خودش بهتون گفت؟ بله بله، من با سهر خانم صحبت کردم، بهش گفتم، حتی نصیحتش کردم که از این ازدواج بگذره، ولی خب من که نمیتونم زورش کنم. خانم مهندس، شما باید با پسرتون صحبت کنید. خب برادرزاده من ماشاءالله خودش دیگه بزرگ شده، خانم تحصیل کرده است، خودش میتونه تصمیم بگیره. بله
شما باید گوش آقا پسرتون رو بپیچونین تا حساب کار دستش بیاد. خب اگه مرد زندگی پا بذاره جلو ها. دست شما درد نکنه. لطف کرده. خدا حافظ. شما تماستون لطف کنید. بله آماده شد تماس میگیرم خدمتون. عالی برای شما. دست درد نکنید. بفرمایید با خیال راحت بشین بخورید. سر دردتون هم خوب میشه. اوه. نرس نیاوردم. گفتم که هماهنگی میکنم. خداحافظ. آقای قربانی. بله خانم. این چیه؟ خانم. خب چایی خانم. به این میگن چایی؟ چش خانم. الان یه تازه دم براتون میریزم. من نمیدونم چی میخوای یاد بگیری. جانم ماما. الان ماما. مامان چرا گریه میکنی؟ یه دقیقه آروم باش. مامان جان یه دقیقه آروم باش ببینم چی شده. خب چرا زودتر نگفتی؟ مامان الان کجایی؟ سریع یه ماشین بگیریم بیاین گرگان. رسیدی به من زنگ بزن. اعتبار دارو باشون این به تموم شد ترکت یک رو تعویض بشه بکنم خون دوتو برش من الان میرسم خدمت مریم جان سلام. الو جناب دکتر شریفی؟ بله خودم هستم. جدی شما این؟ آخه از صبح صد بار زنگ زدم جواب ندادی، فکر کردم اشتباه میگیرم. شماره هم نیافتاده؟ میسکالات هم دیدم ولی یه مقدار سرم شلوغ بود، خواستم بهت زنگ بزنم که الان خودت زنگ زدی. جانم چیزی شده؟ تو حالت خوبه؟ ببین بذار من خودم بهت زنگ میزنم، کارامو انجام بدم بهت زنگ میزنم. خداحافظ. اینها بیتابی نکن دیگه. خداحافظ. Thank you.
این میز کارشه. میاد اینجا نقاشی میکشه و بعضی اوقات هم از کتابا تصاویر رو جدا میکنه و میچسبونه به این درخت ها. عجیبه، انگار یه نمایشگاه زده تو دل این طبیعت. عجب. حاج آقا بفرمایید. بفرمایید. گاهی ساعتها بین این نقاشی ها میست و بهشون نگاه میکنه و هیچ حرکتی هم نمیکنه. بعضی وقتا هم بعد جور با هم میریزه، با من با پرستارا درگیر میشه، میزنه میشکنه. واسه همینه که تو خونه نگه داشتنش غیر ممکنه. این حیات پشتی هم دیگه بدون بابات هیچ صفایی نداره. گلاش همه زرد شدن، انگار اونا هم حالشون خوش نیست. فرشته جان. بله. یه دقیقه بشین. من کار دارم. یه دقیقه است. میشه انقدر حرفاتو با گوشه و کنایه به من نزنی؟ ماما جان کدوم گوشه و کنایه؟ من فقط بخوام ببینم تو نمیخوای بالاخره به بابات سر بزنی؟ بابات ها؟ ماما چی کار کنم؟ منم دوست دارم تو مراسم عروسیم باشم. اصلا کدوم دختری دلش نمیخواد وقتی داره بله رو میگه تو چشای پدرش زل نزنه و بگه؟ منم دوست دارم، ولی فکر کن یه دفعه وسط عروسی از اون حمله ها بهش دست بده، میدونی چقدر آبروریزی میشه؟ من فقط به فکر آبروی خودشم، همین. قربونت برم، من میفهمم تو چی میگی، بهت هم حق میدم، ولی خب ببین بابات این همه سال این همه سختی رو تحمل کرد، این همه درد رو تحمل کرد، من این همه مشکلات رو تحمل کردم. آرزو داشتیم موقعی که دخترمون پاره تنمون داره لباس عروس میپوشه کنارش باشیم. مون مگه قبل از اینکه این اتفاق واسش بیفته ما همش پیشش نبودیم؟ مامان منم دوست دارم تو عروسیم باشه، ولی به خدا فقط به فکر آبرویمونم.